لختی زتر ویدی زای لجنوب تر شمال شیر جوڑ با ای وطن بی مثال او بی سیال لختی زتر ویدی زای لجنوب تر شمال شیر جوڑ با ای وطن بی مثال او بی سیال بدرنگیو کاڈا وکڑا ٹلکلا تلاس پکاریو شی آباد بزمن کورا منگیو ٹول دی تلی والا شیرا چوڑ با ای وطن بی مثال او بی سیال بسم الله الرحمن الرحیم من وطنان عزیز سلام بر شما امید که خوب سعادتمند و سرحال هر جایی که هستین همیش خوشحال و آرام باشین بیننده های عزیز اما پروژه هایی که در حال تکمیل است بالخصوص کانال قشتیپه که فاز اولش بخیر تکمیل شد و توسط مسئولین امارات اسلامی افغانستان نیز افتتاح گردید که کار بالای دوم فاز دوم کانال قشتیپه بخیر کار روان است که انشاءالله بالا از هم کار صورت بگیره بخیر ما می رویم به طرف خودکفایی از لحاظ زراعت یک خبر خوش دیگری که بعد از 10 روز یک محموله از 22 کانتینر توسط خط آهن از چین حرکت کرد بالاخره به ازبکستان و قرغزستان بالاخره به کشور عزیز ما به حیرتان رسید این کالاهای تجارتی که از چین حرکت کرده بالاخره در ظرف 10 روز در کشور عزیز ما میرسه این یک خبر بسیار خوش و خبر بسیار دلچسب و همچنان خبری است که به تمام تجاران ملی افغانستان بالخصوص در قسمت خودکفایی افغانستان یک گام مثبت است که واقعا این محموله روز دوشنبه 17 میزان با حضور داشت مقامات خط آهن افغانستان و همچنان مقامهای کشور دوست ازبکستان چین و همچنان قرغیزستان در بندر حیرتان در مزار شریف بخیر رسید و خوشبختانه که این یک گام بسیار خوب مثبت در قسمت پیشرفت ترقی کشور به حساب میاد ما می خواهیم که از طریق برنامه خود همین گزارش به شما نشر بکنیم شما همین ویدیو را تماشا بکنین ببینین که مسئولین در مورد این محموله هایی که از کشور چین و بالخصوص فعال شدن خط آهن افغانستان میان چین و قرغیزستان و همچنان ازبکستان بالاخره افغانستان چقدر میتونه مؤثر باشه و چقدر ما را میتونه در قسمت خودکفایی و همچنان صادرات و واردات کالاهای تجارتی کمک بکنم گزارش تماشا بکنید در ادامه بازم با ما باشید در فصل جدید روابط تجاری میان کشورهای چین و افغانستان از طریق خط آهن قرغیزستان و ازبکستان شماری از مسئولان امارات اسلامی روی توسعه اقتصاد پایدار میان افغانستان و کشورهای همسایه تاکید می نمایند و واردات از این دلیز چند وجهی را یک دستاورد بزرگ در اقتصاد و تجارت کشور می دانند. از سوی هم معاون خط آهن کشور ازبکستان داد و ستود میان افغانستان و چین را از طریق کشورهای قرغیزستان و ازبکستان یک گام مهم در عرصه توسعه اقتصاد میان این 4 کشور برشمرده از گسترش این روابط با پاکستان و سایر کشورها نیز در آینده نزدیک خبر می‌دهد. دلیز اقتصادی میان افغانستان، ازبکستان، قرغیزستان و چین یکی از مسیرهای سری جهت واردات و صادرات زمینی محسوب می شود که انتقال کالا از این دهلیز میان افغانستان و چین 10 الی 15 روز زمان می برد کالایی که از چین از طریق قرغیزستان و ازبکستان به افغانستان می رسد یک 20 روز پیش یک محموله دیگر که
مشتمل 42 کانتینر بوده، اونا رسیدم به بندر حیرتان. انشالله امروز 22 کانتینر دیگه به حیرتان میرسم. موږ غواړو د همسایه ملکو سره د وایي او اقتصایي اقتصادي دهلیزونه خلاص کو، او موږ د شمال په سطح دوی ته د امن او د هوسایي ډاډ ورکوو چې هر رقم د امنیت او د مشکلاتو او د اسانتیاوو و دوی ته ډاډ ورکوو، ځکه دا یو شرعي نظام دی د افغانستان اسلامي امارت چې حاکم سوی دی، او دا شرعي نظام دی دا د هر چا ته د همسایتوب حق ورمعلومیږي. بزنه آتابا بولارمز یلاب میلاب بو ایپاک یول افغانستان ارقالی اوتکن بنا خاضر بس شو یلار اوتکن چه بس خاضر شو ایشلرنه دوام ایتیابمز ما اولی من که افغانستان تیمر یولار بلن بله قلیبکن ایشلرمزگه الله تعالی اوزه کمک لشب انشاءالله یقن کنلرده 20-30 کانتینر ماست، میلاب کانتینر نه، چین دن، حالا ورسا، پاکستان آرکالیک، افغانستان آرکالیک، ارتاسیا دولت لرگه، روسیه دولت لرگه، تشیمیز، پاکستان آرکالیک و خودش نکت، ختای دن، یعنی چین دن، قرقیزستان آرکالیک، قزاقستان آرکالیک کلی بکن، یکلرنو کپای ترش که امکان میز بولاده. ما اولی من بو بزن هم دوستلیگیمون فقط کی نکوچه ترده، بزن اقتصادیاتمون که یاردن بیرده و برادر خلقلارمزانه رواج لنشیگه جودهیم کاده بر اوزو کمکی بولده. تجاران و همچنان مسئولین کشور دوست ازبکستان و قرقیزستان و همچنان چین بسیار خوشحال هستند که این را بخیر فعال شد و از این طریق میتونه کالاهای تجارتی تبادله شه با این سه کشور در منطقه. قسمی که شما از صحبت‌های مسئولین شنیدین گفتند که این بخیر که این خط آهن بخیر فعال شده، از این طریق میتونه افغانستان بره به طرف خودکفایی. و همچنان مسئولین ازبکستان نیز گفتند که ما به خاطر حمایت و به خاطر از این که بتوانیم به کشور دوست افغانستان کمک بکنیم، تجاران ملی و سرمایه‌داران را بیشتر تشویق میکنیم که کالاها را از این طریق به آسیای میانه و همچنان کشور چین و از کشور چین بیارند به طرف افغانستان، که این روابط تجاری و روابط اقتصادی میتونه ما را کمک بکنه که افغانستان بره به طرف پیشرفت و ترقی و به سوی آبادانی. واقعا یه خبر خوش بود که ما زمانی که این خبر را شنیدم، اما متاسفانه که غمها و زخمهای ولایت هرات ما بسیار بزرگ است، ما را از یاد برده بود تا به شما بیننده های عزیز این گزارش را نشر بکنیم که شما هم ببینید که بخیر افغانستان میره به طرف ترقی و به سازی و همچنان دهلیزهای هوایی ما شما فعال شد انشاءالله بخیر که دهلیز هوایی کابل شانگهای که یکی از دهلیزهای بسیار مهم بود به خاطر از اینکه کالاهای تجارتی و ترانزیتی بخیر از ایران بخیر کالاهای تجارتی ما بره به کشورهای منطقه و فرا منطقه و همچنان از اوجا ما اموال تجارتی را وارد کشور بکنیم، که این تمام گام ها به خاطر از اینکه افغانستان دیگه بخیر بره به طرف پیشرفت و ترقی و هیچ هموطن ما در کشور عزیز ما هیچ جوان ما بیکار نمانه و ما بتوانیم جلوگیری بکنیم از مهاجرت های هجومی هموطنان ما کالا به کشور همسایه ها میرند، که کشورهای همسایه شما هم میدانید که در این روزا با هموطنان ما بسیار برخورد های نامناسب میکنه. انشاءالله که خداوند اینا را هدایت بده تا با هموطنان مظلوم بیچاره ما که به خاطر یک لقمه نان به کشور دوست ایران و پاکستان میروند اینها را اذیت و آزار نکنند. و همچنان هدف امارت اسلامی افغانستان در مجموع از سران حکومت گرفته تا پایین رتبه تمامش میخواهند که تعامل خوب با کشورهای دوست و منطقه داشته باشند، به خاطر از اینکه تا
تعامل خوب و رابط اقتصادی بهتر ما را میتونه ببره به طرف خودکفایی و به سوی آبادانی. تا دیدار بعد که انشاءالله با یک خبرهای خوب در خدمت شما حاضر میشویم. شما را به الله پاک به نیاز میسپاریم. در هر کجای دنیا هستین همیشه شاد و خرم و آباد و آرام و سربرند و سرفراز باشین. الله حافظ نگهدار. در صورت مدیریت و توجه درست این بخش میتواند در یک دهه 1.2 میلیون شغل را در کشور عزیز ما ایجاد نماید. اگر در یک دهه آینده زراعت در افغانستان سالانه حداقل 5% رشد نماید، میتوان فقر را در روستاهای افغانستان مهار و مواد غذایی مورد ضرورت کشور را تامین نمود. طبق مطالعات انجام شده، آب و هوای افغانستان برای توسعه زراعت و کشت گونه های متفاوت زراعتی بسیار مساعد است. به گونه مثال زعفران افغانستان، میوه های تازه و خشک افغانستان که بهترین کیفیت را دارند، که با پروسس، بسته‌بندی و علامت گذاری معیاری می توانند با تولیدات مشابه از کشورهای منطقه و فرامنطقه به خوبی رقابت نمایند. امارات اسلامی افغانستان با مکانیزه سازی زراعت، آوردن تکنولوژی های جدید در این بخش، ساختن سرخانه ها، ترویج تولیدات داخلی، ایجاد تسهیلات برای دهقانان و ایجاد تسهیلات برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این بخش متعهد می باشند. انشاءالله امارات اسلامی افغانستان تمام سعی و امکانات دستاشته خود را به خرج می دهد که از این بخش ما بتوانیم زراعت خود را به صورت سالم مدیریت نماییم و همچنان آبهای خود را به صورت سالم مدیریت کنیم تا بتوانیم محصولات داخلی خود را. لید نیوز، جایگاه خبرهای متفاوت.